السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. بحثی رو امشب میخوام بگم راجع به لجاجت. یک اخلاق بسیار بده تو خونه و ریشه ها و اداره ها و از سیاسیون و اقتصادیون و خانواده ها تا تو مزرعه و کارگاه و کارخونه و همه جا بعضی افراد پیدا میشن که این صفت مهلک رو دارن. آدم لجباز فکر سود و زیان نمی کنه، میگه این که من میگم باید بشه، نه کار به حق داره، نه کار به باطل، نه کار به سود داره، نه کار به زیان، نه کار به بد داره، نه کار به خوب. یه دنده، یه دندگی. حالا روایات و آیات هم زیاد رو این مطلب هفت داره. امیرالمومنین فرمود لیس للجوز تدبیر. آدم لجباز نمیتونه تدبیر کنه، چون میخواد یه کاری بشه دیگه تدبیر نمیکنه که این درسته یا درسته. میگم من گفتم مرغسو چی؟ مرغسو یه پا داره، یه دنده، نمیتونه تدبیر کنه. راکب اللجاج متعرضون للبلاء. کسی که سوار اسب لجبازی بشه ای یعنی میره که خودشو نابود کنه. ران علا قلبه. آدم لجباز قلبش و روحش زنگ گرفته دیگه، حق پذیر نیست. دارت دائره تا سوئه علا رهسه. آدم لجباز یک حلقه از بدیها دور سرش، یعنی مثل سری که میره تو کالا خود، کالا ایمنی دیدید موتور سواره دارن، آدم لجباز یک کلاهی از خطرها رو سرشه. و چه اقوامی به خاطر لجبازی هلاک شدن، چه جنگهایی به خاطر لجاجت به وجود آمد. لجاجت کینه به وجود میاره بین دو تا همسر، دو تا شریک، دو تا مسئول. آدم لجباز و پیغمبر حرفش نمیشه. خدا تو قرآن بعضی ها میگه که پیغمبر اینا لجبازن. و این یرا و کل آیتن یعرضو. اگر هرچی معجزه نشونشو بدی میگن نه. زرهم ولشو کن. لجاجت درد بیدرمون. زرهم، زرهم دالزر، رهاشو کن. اعرض عنهم، عربی ها که میکنم قرآنه، اعراض کن ازشون، رهاشون کن. دعهم، دع با دال و این، دعهم این رهاشو کن. پیغمبر که انکل علا خلق عظیمه، که خدا به پیغمبر میگه تو خلقت بزرگه، با خلق بزرگم حرف لجباز نمیشه. حالا یه آیه داریم در سوره اعراف آیه 334، یه سیمایی از لجبازی یهودی ها میگه. میگه اومدن پلو موسی گفتن قالو مهما تعتنا. مهما تعتنا سوره قرآن سوره اعراف آیه 334. مهما تعتنا بهی من آیتن. هر آیه و نشونه و معجزه بیاری که لتسحرنا بها، که ما رو سحر و جادو کنی، فما نحن لک بمؤمنین، ما ایمان بیار نیستیم. افتدن روی دنده. و خدا چه میکنه؟ خداوندم میگه حال اینا رو گرفتیم. فارسلنا علیهم الطوفان. این لجبازاری که به پیغمبرشون حضرت موسی گفتن هر معجزه بیاری ما ایمان نمیاریم، طوفان، جراد، ملخ، قمل، شپش، زفادع، قورباغه، دم، خون، آب برد بخوره خون میشد. یعنی آدم لجباز استحقاق همه رقم نکبت داره. حالا
قرآن فرمود للجو فی طغیانهم، لجبازی میکنن. لجو فی اتوم و نفور اثر رو و استکبار و استکبارا. لا تسمعوا هذا القرآن، گوش به این قرآن ندید. تو مملکت ما آدم لجباز نیست، تو خونه ما نیست، یعنی آدم نیست بفهمه حق چیه باطل چیه. یعنی بعد از این همه سال کسی نمیدونم که نه حالا من گفتم این خب گفتی این، ولی لجبازی نکن. افرادی هستن میتونن با یه نامه همه فتنه ها رو بخوابونن، حاضر نیستن یه نامه میزن، یه تلفن حاضر نیستن بکنن. آقا یه حرفی زدی اشتباه کردی، بگو من اشتباه کردم. یک کلمه عذرخواهی، نامه، تلفن، عذرخواهی، دو تا فامیل رو به فتنه میکشه، درگیری به وجود میاره تو خانواده ها، تو فامیل ها، سر لجبازی. سر چی؟ مثل لجبازی بلای مهلکیه. خیلی هم گرفتار هستیم، خواص هم بعضی هاشون گرفتارن، عوام گرفتارن، خواص هم گرفتارن. تو همه قشرها لجباز هست. حالا که گفته برو خونه پدرت، برو خونه پدرت دیگه، خونه شوهرت نرو، هیچی، یه زندگی متلاشی میکنن بره رو یه دندگی. حالا یه دنده ها رو بگم بهتون. قرآن میگه که به پیغمبر ها میگفتن سمعنا و عصینا، ما شنیدیم گوش نمیدیم. یکی از منبری ها میگفت که من روزه میخوندم ایام عاشورا، همه مردم هم سرش و پایین بود و اظهار غم داشتن، همچنین که قیافه هم دو پایین بود، یکی پا منبر همچنین نگاه میکرد، یه حواس رو پرت میکرد. همین من تو که مردم سرش و پایین بود به این گفتم تو هم چی بود؟ گفتم تو هم یه ازن رو نمیخوام. سمعنا و عصینا، شنیدیم، به پیغمبران گفتن سمعنا، استماع کردیم، و عصینا، معصیت کردیم، گوش نمیدیم. آقا این بادوم رو به دندونت نشکن، فشار به دندون میاد، ترک بعد اسباب دردسر بره، خودت میشه. نه حالا گفتن نشکن. به پیغمبرا میگفتن بگو نگی بره، ما فرق نمیکنه. لجبازی تو قرآن سواء علینا، مساوی است با ما. اوعزت، یه عربی هایی که میخونم شما فکر کنید خیلی هاش با فارسی یکیه، وعزت این موعظه کنی، ام لم تکن من الواعظین، چه موعظه بکنی چه موعظه نکنی ما گوش بده بگید نیستیم. و خدا چه میکنه؟ خدا میگه روز قیامت هم اینا هر چی جیغ میزنن فایده نداره. و خودشون میگن سوان علینا اجزعنا ام صبرنا، فرق نمیکنه، جیغ بزنیم و نزنیم ما از جهنم خارج شو نیستیم. کسی که به پیغمبر میگه بگی و نگی فایده ای نداره، تو جهنم هم به خودشون میگن جیغ بزنیم و نزنیم فایده نداره. سوان علینا اوعزت ام لم تکن، اونا میگن سوان علینا اجزعنا ام صبرنا، سوان علینا سوان علینا، این لجبازی با اون لجبازی. وقتی انسان بنا شد لجباز باشه، خب خدا هم یک آدم لجباز. شخصی بود به نام سماره، این یه تک درخت داشت توی باغ، به هوای رسیدگی به درخت سرزده میمه تو خونه تو باغ. صاحب باغ آقا کل باغ مال منه، تو یه دونه درخت داری؟ یالا بگو. گفت نمیخوام. گفت بابا نمیخوام. گفت نمیخوام. آمد خدمت پیغمبر گفت که یا رسول الله، یکی از اصحاب
حالا اینایی که میگن اصحاب پیغمبر همه عادلن، من نمیدونم اینجا چیه میکنن. آخه بعضی داریم میگن هر چه صحابی آدم خوبیه. خب این صحابی بود، سماره صحابی بود. پیغمبر گفت آقا یه درخت داری اجازه بگیر؟ گفت نمیخوام. گفت بفروش؟ گفت نمیخوام. دو برابر؟ نمیخوام. سه برابر؟ نمیخوام. آقا یه درخت تو بهش بد میدم؟ نمیخوام. پیغمبر بود این آدم لجبازیه، برو درختشو بکر، من دو سکوچه پولشم نده. زنده بود مراجع تقلید، خدا قسم. بازم گاهی مراجع درجه یک ما از فتواشون برمیگردن، خدا رحمت کنند آیت الله عظمای گلپایگانی رو. یه رو دست حجش میرفتیم زمان طاغوت، آمد سر دست گفت اون چه دیروز گفتم دیشب تجدید نظر کردم و به منابع مراجعه کردم، امروز میخوام چیز دیگه بگم. طوریه؟ میگه امام نفرمود جنگ جنگ تا رفعه بگید فتنه. بعد فرمود خب اگر صلاحه جام زهر رو مینوشم سلنامه رو قبول میکنم. همون امام که گفت جام زهر رو مینوشم، یه مقدماتی گفتن، یه شرایطی گفتن که لجبازی نکنیم، تابع دلیل باشیم، تابع مصلحت باشیم، با هیچ قولی با هیچ فکری صیغه برادری نکنیم. امروز حرف شما رو میپسندن، بعد چطور زنا مردم میرن میوه بخرن، تا مثلا میرن یه پارچه بخرن چیزی بخرن، میبینن یه مغازه یه خورده ارزوتره، میرن روی یکی. آقا من منبرم، از منبر خون من خوشت نمید، پا میشی میری. ولی انقلاب یه مش از این تیمسالا رو گرفتن. حالا شما بعضیاتونم یادتون میاد، جوونا یادشون نمیاد. اول انقلاب دونه درشتای ارتش شاه آوردن، گفتن گفت بله، حالا شاه باز جرأت نمی که بگه اشتباه کرده، شاه احتمال اشتباه درش هست، اما چون ما قسم خوردیم که به شاه وفادار باشیم باید وفادار شیم. گفت بابا شاه میدونی کجا چکه کجا چکه کجا چکه، همین میدون شهدا، میدون جاله سابق، میدونی چند هزار نفر یه روز. گفت بله اینها هست، بدی من قسم خوردم. رفت شاه رو نگهداره، خودشم اعدام شد. آخه شاه وقتی میفهمی غلط کرده غلط کرده، حتی اگر یه جایی قسم خوردیم قسم ها ارزش نداره. یه زن شوهری با هم دعوا کرده بودن، پدر خانمشون گفته بود قسم خورده بود که من در زندگی شما دخالت نمیکنم. هر چی گفتن بابا عروس دومادت پسرت با فلانی دعوا شه، خب تو ریش سفیدی پدر بزرگی، برو. گفت من قسم خوردم. آیه نازل شد قسم ها چی میخورید؟ قسم ها بشکن. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، خداوند را وسیله قرار ندید که به خاطر قسم به خدا کارهای حق. یکی سی امام صادق آمد خانه یکی سی مهمونی، گفت خیلی خونت تنگه. گفت آخه میراث فرهنگی بابام توی خونه بوده، جدم توی خونه بوده. حضرت اون دیگر بابا و جدت فقیر بودن، مجبور بودن تو خونه تنگ زندگی کنین، تو هم با تو خونه تنگ زندگی کنین. من رفتم یه جایی سقف تو بالا سرم بود، خیلی سقف کوتاه بود، البته قد منم بلنده، ولی اون سقف خیلی کوتاه بود. رفتم سرم بالا کنم، دیدم الان سقف یه عجیبیه. گفتم خیلی سقف کوتاه. گفتم آقا یه چیزی نگو. گفتم چرا؟ گفت نقشه مهندسیه. گفتم نقشه مهندسی باشه، خودم هم یه آدمم، اگر یه چشم وا کرده دیدی تنگه با بگن مده، خب مد بشه گور پدر مد، من پام درد میاد تو این. خود آدم هم یه آدمه. حالا بنابراین خیلی چیزا روی تعصبات غلط. حالا لجبازی، نمونه حضرت فرمود درختشو بکر بنداز امتحان اوش. اسم آدمه کی بود؟ ها؟ سماره. خیلی آدم بدی بود. تو جنگ امام حسن اومد علیه امام حسین شمشیر بکشه، تو کربلا اومد تو صورت امام حسین شمشیر بکشه. اصلاً یک پرونده کثیفی داره اسماعیل، ولی اون لجبازی. وقتی لجبازی هم بده ما بد عاقبت میکنه دا.
آدمایی که روی دنده میافتن، خداوند یک شخصی بود به نام ثعلبه، ثعلبه با سه نقطه و عین، ثعلبه. گفت یا رسول الله دعا کن وضعم خوب شه. حضرت فرمود همینطور که خوبه. گفت نه، من میخوام توسعه بدم. آخه توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی به شرطی توسعه دینی هم توش باشه. گفت نه، من از نظر اقتصادی توسعه دارم. خب توسعه داشت دیگه، در مدینه جاش نبود برای کشاورزی، رفت بیرون مدینه مزرعه و دامداری و گوسفند و کشاورزی و بعدش خوب شد و حضرت فرستید که زکات بده. گفت زکات نمیدم من. قرآن میگه چون زکات نداد از منافقین شد. و من هم من آهد الله، عربیش قرآنش یادم آمد، و من هم من آهد الله. من قرآن میخونم ببینید شما کدوم کلماشو میفهمید، میفهمید عکسش میخونید. من هم بعضی از مردم آهد الله، با خدا عهد میبنده، قول میده که خدای اگر به ما بده از فضلش، لئن آتانا من فضله، اگر خدا از فضلش توسعه پیدا کنیم و زمان شد لنصدقن، نه ما نم صدقه میدیم. فلما آتا هم، وقتی خدا بشتاد بخل و بخل میکنه و خداوند فرمود به خاطر این فعقبهم نفاقا فی قلوبهم. حالا اگر وصیت بر اساس لجاجت باشه، من از این بچه بدم اومده، از این بچه خوشم بده، من که مردم 2 میلیون بدید به این چون من اینو دوستش دارم، 1 میلیون بدید به این چون من دوستش ندارم. اگر پیرزنی پیرمردی تو وصیتاشم تبعیض قائل بشه بدون دل، بله یه وقت یه بچه ضعیفه میگم چون این ضعیفه بیشترش بدید. خب طوری نیست، دندون ندارم میگم حریره بهش بدید، اون دندون دارم میگم نون بجوه چون دندون داره. یه وقت یه کسی یه بچه‌اش به دلیلی نیاز بیشتری داره، عیال بارتره، ضعیف‌تره، مده که علمیش پایین‌تره، حقوقش کمتره، به هر دلیلی اونطوری نی آدم بگه یه چیزی اضافه بهش بده. اما نه، همه یه جوری، من تو ما از این بده میاد، من از این خوشم میاد، مشکل داره، حتی لب مرگم نبود انسان. حالا قرآن میگه یستمعون القول فیتبعون احسنه. من یه آیه رو بنویسم، آیه خیلی مفیدیه برای من، قبلا تونتون می‌نوشتم، حالا پاشدنم گیر داره، چند پا میشم. بسم الله الرحمن، موضوع لجاجت. حالا قرآن فرمود که فبشر عباد، فبشر بشارت بده، عباد بندگان من، بندگی خدا کیه؟ الذینه، بنده خدا کسیست که لجبازی با هیچ فکری نداره. الذینه یستمعون القول، یستمعون القول یعنی حرفو گوش میده، فیتبعون احسنه، فیتبعون احسنه، اگر خوب بود قبول میکنه. یه دنده نیست، خودشو با کسی نمیفروشه، با حزبی، خطی، باندی، با لحجه، با هیچ که قرارداد نداره. میگه من حرفا رو گوش میدم، هر چه حرفش بهتر بود اونو پذیرم. تو این آیه چند تا، چون بالاخره من معلم قرآنم، من لطیفه‌های تفسیری هم براتون بگم، همتون هم میفهمید. بشر عباد، این عباد عباده هست، یعنی عبادی، بندگان من، یعنی انسان باید بنده خدا باشه تا حقا بفهمه. چون اگر کسی بنده هوسش باشه، هرچی هوسی هم میپسنده. میگه ببینید تو باید بنده خدا باشی. آخه بعضی هم میگن آقا ما اشکال داره فلان مجله و کتاب بخونیم. میگم که تو اگر نفست بر تو حاکمه، دنبال هوست هستی، خطرناکه. چون ممکنه یه قصه، یه شعر، یه کتاب، یه فیلمی تو رو جذب کنه. اول بنده خدا هستی. مثل میگم اگر دستت به تناب برو تو وسط دریا، به شرطی که دستت به تناب باشه. اما اگر دستت به تناب نیست، خب ممکنه موج ببرزد. اول باید بشیم، اول یک بنده او باشیم، نه هوس. فبشر عباد. بعد میگه یسمعون، یعنی نمیگه یسمعون، یعنی حرف را با دقت گوش دهیم، با دقت گوش دهیم، یعنی زود قضاوت نکنیم. سمع یعنی شنید، استمع یعنی دقت کرد. نمیگم کسانی که گوش میدن، میگه خوب گوش میدن، یعنی با دقت.
یستمعون القول، نمیگه یستمعون القائل. سه، حرف چیست نه آدم چیست. ممکنه یه آدم با شخصیت، مشهور، پولدار، درجه دار، مدرک دار، حرفش غلط باشه. ممکنه یه آدم باشه به حسب ظاهرم خیلی آدم ساده ایه، ولی حرفش درست باشه. نمیگه یستمعون القائل، ببین چی گفته، ببین حرف چیه. ممکنه بزرگی حرف کوچیک بزنه، شما باقیشو بگید. بگید کوچیکی حرف بزرگ بزنه. نمیگه یستمعون القائل. فیستمعون ایفای فوری پیروی. چهارم، در پیروی عجله کنید. یعنی وقتی فهمیدید دیگه من و من نکن، لفتش نده. فای نمیگه سم یتبعونه و یتبعونه، فای یعنی فوری. همین که فهمیدی حقه، تون چابک. بعدم یه احسن. احسن یعنی از نظر علمی باید قدرت تشخیص احسن داشته باشی. گاهی وقتا میگن آقا من میخوام کتاب بخونم، میگیم حرامه. میگه آخه میگه علم آزادی، میگه آزادی چیزه، شما چرا تفتیش عقاید میکنید؟ خب من میخوام بخونم. میگم ببین بخون، اما به شرطی بخون که قدرت تشخیص احسن با غیر احسن رو داشته باشی. اگر یه بچه فرق بین طلای حقیقی و طلای بدلی نداره، شما ازش دیدی که ای بره طلا فروش بشه؟ ای حالیش نیست. ممکنه با یه آدامس طلا ازش بگیرن. یت احسن یعنی قدرت عزد علمی. کسانی حق دارن هر کتابی رو مطالعه کنن که قدرت احسن داشته باشن. یا یه چطر نکته توش بود، لجباز نباشید، با کسی قرارداد نبست باشید، حرف رو از کوچیک و بزرگ هر کی گوش بدید، خوب گوش بدید. وقتی فهمیدید حقه، فوری پیروی کنید، دل و دل نکنید. هر که تعصب داشته باشه بگه نه من همینه که گفتم، هر چه قید حرف منو بزنه چنین و چنان. تعصب داشته باشه، استبداد. فرعون میگفت لا اراکم الا ما ارا، همینه که من گفتم، کسی دیگه غیر از من حرف نزنه. خدا لعنت کنه شارو، میگفت هر که میخواد تو حزب رستاخیز ثبت نام کنه وگرنه از ایران بره بیرون. یک حزب ایران، اینم حزب رستاخیز، این وزارت کشور مرکز حزب رستاخیز بود. یا حزب رستاخیز که رهبر شاس، یا گذرنامه‌ش از ایران بره بیرون. استبداده. حرف اینه که من میزنم. حالا مرسالاری، زن اگه بگه حرف من انجام بدید، زن سالاری، مرسالاری، پدر بزرگ سالاری. آدم تعصب داشته رو بچهش، رو قبیلش، رو سنفش، رو نژادش، رو هر چی تعصب داره، رو لهجهش. بهترین زبونا یزدی بگه یزدیه، کاشیه کاشونیه، ترکی بگه ترکیه، او بگه لوره. هر زبونی برای خودش اصل داره، هیچ زبانی بر زبان دیگر برتری نداره. قرآن میگه و من آیاته اختلاف و ارسنتکم، آیه قرآنه. از نشانه های قدرت خدا اینه که هر کسی یه جوری حرف میزنه. این نشانه قدرت خداست که هر کسی یه لهجه داره. حتی کاشی ها هر کاشونی یه جوری حرف میزنه، هر تهرونی یه جوری حرف میزنه. تو تلفن هم میفهمه صدا صدا فلانی نیست. این لطف خداست. این شما یه تعصب داشته باشم رو لباسی، رو فکری، تعصب و لجاجت کار خطرناکه. بیایید یه کار کنیم. حالا یه بحثش اندید. اگر حرفت منطقی نی، اصخای کن. الو، تلفن کنیم. الو، سلام علیکم. پسر خاله، ما یه گفتگوی با هم داشتیم، ولی حق با شماست. من معذرت میخوام. نه، کوچیک میشی. خب با لجبازی پلو خدا کوچیک میشی. تو اینجا فکر میکنی اگر اقرار کنی کوچیک میشی. فکر میکنی اگر لجباز باشی خدا تو رو... حتی حدیث داریم کسی که لجبازی کنه و تعصب بیجا داشته باشه، نخ تناب و نخ ایمان از دستش رفته بیرون. کوچیک میشه. خدا خواستش عزت دادیم گوه اشتباه کردم. انقدر آدم هم میگه اشتباه کردم عزیز میشه. انقدر آدم هست رو یه دنده با میسته، هی مردم اینو ولش کن، این یه دنده، لجبازه. یه دندگی عزت نمیاره، ذلت میاره.
بیام اگر یه دنده بودیم مصرف کنم، اشتباه کردم، معذرت میخوام. حتی برای آشتی دادن بگو آقا حق با تو، از این بالاتر که نی، حالا حقم با خودت هست دیگه، با هم قهر کردیم. مسلمون اگر سه روز قهر کنن، روز چهارم آشتی نکنن، پیغمبر بود اینها از من نیستن. سه روز آدم یه چیز ناراحت شه، سه روز قهر میکنه. پیرزن رو دیدم لباس سیاه پوشیده، بهش گفتم لباس سیاه پوشیدی؟ میگه محرمه. گفت نه برادر مرده. گفتم من شما رو میشناسم. میگه برادر داری؟ گفت بله من یه برادر داشتم اون تو 40 سال باش قرن. گفتم سرکه 7 ساله شنده بودیم، کینه 40 ساله؟ گفت چه اینا اینا ببخشید بیماری نیست، سرطانه. آدم لجباز سرطان اخلاقی داره. خدایا ما را نسبت به حق مطیع و نسبت به باطل لجباز قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله.